با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خیلی خوشحال هستم آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. دکتر عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. میبودی. اینها میان یک سریالهایی میسازن، یک سریالهایی میسازن که چندین میلیارد روش خرج میکنن. یعنی این سریال ها کی میسازه؟ خود سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یا جمهوری اسلامی که حالا بهش میگن. این سازمان میاد سریال هایی میسازه با چندین میلیارد هزینه آقای میبودی. اخیراً غیر از سریال هایی که اینا میسازن برای تلویزیون خودشون که چقدر توش بخور بخور و دزدی میشه در ساخت این فیلم ها و سریال ها که کسی هم اینها رو نمیبینه، که مورد اعتراض بزرگترین سینماگران ایران هم قرار گرفته در این چند سال اخیر، اخیراً اینا اومدن یک فیلمی ساختن در رابطه با زندگی حضرت عیسی. 20 میلیارد آقای میبودی، حسابی که دوستان من در تهران کردن خیلی مستندم هست، که اینا 20 میلیارد اگر میخواستن آگهی بدن به رادیو سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی باید پول پرداخت میکرد، فقط برای آگهیش، برای ساخت فیلم حرف نمیذاریم. 20 میلیارد تبلیغ شده توی رادیو تلویزیون فقط برای این یک فیلم، و کل فروش این فیلم بوده 200 میلیون تومان. یعنی شما ببینید چقدر زیان. از اون طرف سینماگران ما که با چه مشکلات و دردسرهایی میان یه فیلمی رو میسازن، ما شاهد این بودیم که زنان هنرمند با کارگردانها، مردها چه مشکلاتی داشتن. همه تا تاریخ این 10-20 سال پر از دردهایی که سینماگران ما داشتن، و امروز 15 تا از این سازمان ها واقعا در خطر ورشکستگی قرار گرفتن. اونم سینمایی که آقای میبودی تا بوده افتخار آفریده، لااقل خود اینا اگر شعور می داشتن بیواسطه درک می کردن که افتخار نصیب اونا هم می شده. من در همینجا یه خبری که امروز از طرف آقای محسن مخملباف به من رسید، به اطلاعتون آقای میبودی برسونم و بینندگان مهربانمون، فیلم قندهار محسن مخملباف که پس فردا چهارشنبه 24 در پاریس اکران میشه، رسما مجلس سنای امریکا و رسما آقای جورج بوش رئیس جمهور امریکا طی تماس با دفتر محسن مخملباف اینها درخواست کردن که این فیلم رو برای نمایش در کاخ ریاست جمهوری امریکا و نمایش در مجلس سنای امریکا این رو به امریکا بفرستن. آقای مخملباف هم امروز به سازمان سینمایی که در فرانسه این فیلم رو خریده و در اختیار داره، کانال پلوس بهش گفته میشه، خواست دستور داد که نسخه از این فیلم رو فوراً برای آقای جورج بوش و سنای امریکا بفرستن. یعنی شما این سینما ایران آقای میبودی تا چه حد صدا کرده و داره افتخار برای ملت ایران میافرینه. بعد از اون طرف این آقای لاریجانی بس یک دیکتاتور، اون امپراتوری که برای خودش تشکیل داده رو در زیر نظر خودش گرفته و اصلی ترین دیکتاتوری نیست آقای، دیکتاتوری به نظرم نیست. این آقای لاریجانی ایران و ملت ایران رو به عنوان غرامت جنگی تلقی میکنه. یعنی رفتار این گونه است. چقدر قشنگ، درست. این دیکتاتوری هم به نظرم یه قواعدی داره، این دیکتاتوری نیست. اینا این مملکت و این ملت رو یک غنیمت جنگی تلقی میکنن و فکر میکنن که به کسی هم نباید حساب پس بدن. آخه چطور ممکن که شما تظاهرات 100 نفره توی یکی از خیابانهای فلسطین رو ببینید، راجع بهش تبلیغ بکنید، 10 نوبت توی سرویس های خبرتون بدید، ولی بغل گوشتون این گزارش ایرناست دیگه، گزارش که من ایرنا داده و من برای شما خوندم، میلیون ها تن توی خیابون ها باشن، یک سطر گزارش داد. خب میخواد اون وقت شما به عنوان رسانه اعتبار داشته باشی، براتون تره خوش کنن، تره خورد کنن، نمیشه دیگه. من ممنونم از دکتر عباسی. این روزا آماده باشید، کار زیادی بهتون داریم. خواهش میکنم که آخرین گزارش ها هم فردا، امیدوارم که بتونیم باز با دکتر حسن عباسی باشیم. من فعلا به شما شب بخیر میگم. خط ایران هم سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟
مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.